اوه پسرم، این لباس چقدر بهت میاد. ممنون مامان جون. نمیخوای صابونه بخوری؟ نه یه چیزی میخورم سری میرم. بذار قشنگ تماشات کنم. وای خدای من، پسر منو ببین. پسرم دیگه نوبت ماست. از این شانسی که نصیبت شده خوب استفاده کن. باشه عزیزم. مامان جون لطفا دوباره شروع نکن. نبوده داداشت برای تو فرصت خوبی عزیزم، لطفا ازش استفاده کن. مامان گوش بده ببین چی میگم. بهتره ما برای تو یه گل فروشی باز کنیم، اونجا یکم فکرت مشغول میشه. میترسم انقدر فکر کنی مریض چی. پسرم خواهش میکنم، اصلا به من نگو تو هم خوشت نمیاد. چه ربطی داره مامان، عجب گیری کردیم. قبول کن دیگه، از این تیپی که زدی معلوم عزیزم. مامان اگه اینجوری نبود دروک قبلی میرفت سارته. حرفایی که زدم و فراموش نکن، همین کافیه. سرم داره گیج میره. حتما فشارت افتاده. معدم هم خیلی درد میکنه. حالم داره به هم میخوره. حالم خیلی بده. مراد چی کار میکنی؟ سرم ها گذاشم رو شونت دیگه. حالم خیلی بده. دیگه چی؟ پاشو ببینم. چقدر بیرحمی، دارم میگم حالم بده، وضعیتم خرابه. زشته، پاشو. از کی زشته؟ آقای محترم من شوهرشم. شوهرشم میدونستی وقتی از اینجا نگات میکنم خیلی خوشگل تری؟ مگه تو مریض نبودی؟ مگه حالت به هم نمیخورد؟ پس چی شد؟ وقتی سرمو گذاشتم رو پات برطرف شد. خب چیکار کنم؟ آره از من خوشبختر نیست. کل شب تو بغل بابا بزرگ کشمت خوابیدم، الانم رو پای تو خوابیدم. نفهمیدم این دیگه یعنی چی؟ منظور چیه؟ نفهمیدم. کل شب رو شونه‌های بابا بزرگ کشمت خوابیدم دیگه. اینو فهمیدم. میگم با بابا بزرگم چی کار داری؟ اینو نفهمیدم. همدیگه رو دوست داریم. یکم جدی باش. یه چیزی بهت بگم، بابا بزرگ کشمت از تو خیلی زودتر نرم شد. خیال میکنی؟ والا نرم شد، مثل پنبه شده بود. من نرم نمیشم، فهمیدی؟ فهمیدم. من همه جوره تو رو دوست دارم. حیات وقتی تو حاملشی خیلی غیر قابل تحمل میشه، خیلی عجیب غریب میشه. تو اونو فقط تو خواب میبینی. آره خانومم، یکی یه دونم، زندگی من. تو راست میگی، خب تو خواب دیدم. اومدم ببینم چیزی نیاز دارین یا نه. چرا مراد نیومده؟ اون یکم کار داره. چه کاری؟ مراد یکم با زنش بحثش شده، الان پیش اونه. ولی مشکلی نیست، صبح باهاش حرف زدم، بعد از ظهر میاد پیش شما. فهمیدم. اگه ازت یه چیزی بخوام برام انجام میدی؟ البته بفرمایید. میشه از طرف من به یکی زنگ بزنی؟ میزنم.
این کهنه ها رو بذاریم کنار دخترم، چقدر زیاد گرفتیم، همش اسرافه. به یکی بدیم که نیاز داشته باشه. باشه پس من اینا رو جدا میکنم. خوبه. به کمک نیاز داری؟ من اتاقم رو جمع کردم. چی میخوای بگی؟ برو سر اصل مطلب. اویا حتما چیز مهمیه. عظیم خانم، هرچی که بینمون پیش بیاد، ما یه خانواده ایم. ولی اون زن یه دزده، یه کلاه برداره. از کی داری حرف میزنی؟ از مادر مراد. از این که میخواد تو خونه جدیدمون زندگی کنه. شما که همچین اجازه ای نمیدین، درست میگم؟ نمیدونم چه جوری، اما البته که اجازه نمیدم. یه راهی پیدا میکنم. من آماده ی همکاری هستم. خواستم اینو بدونین. یعنی میگی افتادی تو دریا، از مار کمک بگیر؟ یعنی کرمه. چی شده پسرم؟ عظیم خانم، منم لیلا. گوشم با توه. درباره یه موضوع مهمی باید باهاتون صحبت کنم. میشه لطفاً فوراً بیاین اینجا؟ این آقا پرداخت میکنه. حیات سب کن. بفرما، بقیه شمال خودت. خودت در عقبو ببند. حیات حیات سب کن. حیات دختر منو ببین. چرا باعث میشی من دنبالت بودم ها؟ نه از این بابت شکایتی ندارم، اما متوجه هستی؟ متوجهم. چقدر زیبایی تو و من، یعنی ما نتونستی جدا شدیم. که؟ دیروز تو گفتی همه چی همون جوری باشه که تو میخوای طلاق بگیری. اونو جدی نگیر، واقعیت نداشت. من عصبانی بودم، یه چیزی گفتم. خب تازه تو منو میشناسی، میدونی که چیو میدونم؟ این که هیچ وقت ولت نمی کنم.